سلام و صد سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو پیک. بدون هیچ مقدمه و آسمون ریسمون بافتنی میریم سراغ کمدی مناظره ها شماره 1. با دیدن قسمت‌های از مناظره اول اصلا اشک تو چشامون جمع شد. وقتی دیدیم 4 تا مسئول جمهوری آخوندی جلوی دوربین واسه اولین بار انقدر راستگو شدن، اصلا صداقت از در و دیوار استودیو بالا می‌رفت. همین وریا راست می‌گفتن، همون وریا. هم روحانی و جهانگیری راست گفتن که قالیباف دزد و بی‌ارزه و باندبازه، هم قالیباف و رئیسی راست می‌گفتن که جهانگیری و روحانی دزد و اشرافی و باندبازن. خلاصه ما رو با این همه صداقتشون شرمنده کردن واقعا. خب جناب عالی، در آغاز دوره به مردم عزیزمون قول دادید که 4 میلیون شغل رو ایجاد کنید. من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4 میلیون شغل ندادم، این دروغ محضه. این سایت جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهور هست، این متن خود سایت. من یک نکته بسیار ساده بگویم، ما 3,300,000 بیکار داریم و اگر در سال 10 میلیون توریست وارد کشور شود، 13.6 میلیارد درآمد ارزی و 4 میلیون اشتغال درست می شود. خب یه سریاتون هم احتمالاً حوصله چرندیات آخوندی رو نداشتین و پای مناظره ها نبودین کلن. ما واسه اونایی که مناظره رو ندیدن خلاصش کردیم تو 30 ثانیه. روحانی خنده و خالیبندی های متوالی. جهانگیری حسن جون نوکرتم به والا، تو جون بخوا. قالیباف گاز میگیرم آی گاز میگیرم. رئیسی بیادبا زشت رعایت کنید، سخن این است بچه نشسته. میرسلیم آقا ببخشید این کی پخش میشه؟ هاشمی تبا با یه هندزفری گوشه نشسته بود، امیر تتلو گوش میکرد و وسطاش هم هی تشکر. خیلی زور زدن که تنورشو جمع کنن اما جواب نداره، چون هیچکی بهشون رای نمیده. میگن آقای شهران ایشون پوله، از سر تا پاش ایشون اما بهش رای نمیدن. تو در بازی هست پارشون. آقا به دل مقام و عظما رحم کنین، این خالیباف بدبخت رو انقدر اذیت نکنین، گناه داره بچه مردم. شیخ بنفش که شیلنگو گرفته بود روش، جهانگیری هم که با دماغش هی از روش رد میشد دوباره دنده عقب میگرفت، یه بار دیگه رد میشد، با یه شیلنگ و یه دماغ این فلک زده رو نابود کردن اصلا. جوری که دیگه اون وسطاش قاطی کرده بود اومد بگه کانال فضای مجازی، یهو گفت کانال فجازی. آقا کجایی که گازنبوری تو کشتن؟ من فکر میکنم که در زمینه مسائل اجتماعی، مجدداً تأکید میکنم چون بحث اجتماعی هست، با برخوردهای گازنبوری امنیتی و قضایی با فرهنگ و آسیبهای اجتماعی مشکل حل نمیشه و بدتر از اون اینه که با کتک زدن دستفروشا تو خیابون و تشکیل گروه ضربت حل نمیشه. میگن از بس که جهانگیری خودشو واسه روحانی هلاک کرد که دیشب روحانی داد رو بازوش تتو کنن رفیق بیکلک اسحاق. رفیق روزهای خوب، رفیق خوب روزا، همیشه ماندگار من. تو سیرک انتخابات این بخش مناظره های زنده و مردش دقیقاً به مردم نشون میده که آخوند و آخوندزاده و آخوند دوست چطور واسه به قدرت رسیدن چش و چالش کور میشه و دل عظما رو به درد میاره. قشنگ نفری 4-5 تا لگد درست درمون به سمت نظام خودساخته ولایی در کردن. حالا کدومش به چش و چال مقام عظما خورد و نمیدونم، اما همینک سمع شما شنوندگان عزیز را به اطلاعیه دفتر بیت رهبری که ساعاتی پس از مناظره صادر شد جلب می نماییم. بسم تعالی، صحنه را دیدم. اوه حیوونا یواشتر، اوه به نظام و انقلاب و رهبری لگد نزن. اوش سید علی الحسینی الخامنه‌ای، دودو بگی در نره، 1 شعبان 1438. تو همین
مناظره و قبل از این مناظره نمایشی هر کدوم از این عروسک‌های خیمه شب بازی عظما اومدن زل زدن تو دوربین، یه سری وعده‌های رنگ و رنگ دادن و رفتن. اون چیزی که بیشتر از همه تو ذوق میزد این بود که هیچ کدومشون هیچ برنامه‌ای نداشتن، یعنی اصلا هیچ کدومشون فکر نکرده بودن اصلا به این قضیه. هر کدوم برای حل مشکلات مردم و کشور چپ و راست وعده های رنگ و رنگ میدادن، یکی نبود بهشون بگه مشکل مردم و کشور خود شمایید آقا جون، خود شما. اعتمادی به تو نیست، تو به شب تن داده ای روح حساس منو، تو به کشتن داده ای. شیخ حسن روحانی که چپ و راست قربون صدقه برجام میره و غیر از یه برجام نیم بند هیچ کلیدی نداره که بکنه تو قفل ملت، این بار اومد یه بادی به قبقب انداخت، بعدم ریش فلفل نمکیشو جنبوند و گفت کشور در صورتی از مشکلات فاصله میگیره که مسیر ما مسیر اعتدال باشه. افراط و تفرید و خشونت نتوانسته است باعث خوشبختی هیچ ملت و پیشرفت هیچ کشوری شده باشه. حسن آقا، جناب اعتدالی، این لیست بودجه نیروهای نظامی و انتظامی در دولت شما همین الان جلو روی منه. پپا یهو رودل نکنی با این اداهای ضد خشونتیت. 3,021,992,300,000 فقط بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح بوده در دولت تو. بابا 22,245,156,800,000 بودجه سپاه بوده. بابا من خودم یک ساعت تمرین کردم که بتونم اینا رو بخونم، بعد تو میگی خشونت نباشه؟ با این پولا تو سپاه چیکار میکنن؟ حلیم درست میکنن یا شاباش میدن برای خوشبختی مردم؟ نگو بابا جون نگو، میخندم بهت. آره دروغ دروغ دروغ، حرفات همه دروغ، دروغ دروغ دروغ، حرفات همه دروغ. تو این بزن بزنهای باندی وقتی دلواپسا زدن سر و صورت روحانی رو کج و کله کردن، روحانی برگشت گفت علا برکت الله. نه رامتین جان، اینو اینجا نگفت، اینجا اینو گفت. من خوشحالم که امروز نقد دولت همه میدونن آزاده، نقد رئیس جمهور آزاده. بابا قربون عمه جونت بری با این آزادیت. تو مملکتی که یه رسانه مستقل و آزاد وجود نداره حداقل 102 بار شما از رسانه ها شکایت کردی. برو بابا تو هم دلت خوشه. برو بابا، برو بابا، برو بابا. از همه تابلوتر حرفای این رئیسیه. از حساب آستان قدس داره تبلیغات میلیاردی میکنه که بگه من فقیرم، به من رأی بدین. بابا اگه آستان قدس رضوی مالیات فعالیت‌های اقتصادی بعد از انقلابش رو به خزانه پرداخت کنه، اون وقت دولت میتونه وعده شما رو برای پرداخت سه برابری یارانه محقق کنه. بعد حالا اینا همه یه طرف، این پوز مبارزه با فسادش منو کشته. یه جوری میگه من ریشه کن میکنم فسادو که انگار من دادستان کرج، دادستان همدان، معاون دادستان تهران، دادستان تهران، معاون قوه قضاییه، دادستان ویژه روحانیت بودم. داری اشتباه شعار میدی حاجی. مسئول اصلی مبارزه با فساد قوه قضاییه است که یه عمر عضوش بودی و هیچ غلطی نکردی. وسطتون بگه که حجت الاعدام رئیسی رفته بود یزد که رأی جمع کنه. سعید مرتضوی عامل اصلی کشتارهای 88 خصوصا ماجرای کهریزک یهو وسط مسجد در اومده جلوش که بعد چطوری استاد ابی؟ استاد ابی خوش اومدی و از این داستانا. یکی دو ساعت بعد عکسای رئیسی و مرتضوی کنار هم پخش شد تو فضای مجازی. ستاد رئیسی هم دست پاچه شد و یه دفعه بیانیه داد بیرون که آقایون خانوما، این مرتضوی از ما نیست، اصلا اشتباهی اومده اونجا، ما اصلا مرتضوی رو قبولش نداریم. آی مردم، لطفاً رئیسی رو با مرتضوی قاطی نکنین، کلاس مرتضوی به کلاس رئیسی نمیخوره. مرتضوی فوقش 200-300 نفر رو کشته، یکی دو تا جعبه شیشه نوشابه و همین.
ولی حاج آقای ما هزار تا کشته و تیربارون و تنابدار و بله جدی جون عظما کلاس حاج آقا رو در حد مرتضوی پایین نیارین ملت. تو این مصاحبه‌های رئیسی بود که واقعا دل آدم رو آشوب میکرد. اونم جایی بود که فیگور آرتیستی گرفت و همچی بدطور افتاد روی هفته هنر. خوبه یه نگاهی داشته باشیم به منظور رئیسی از برنامه‌هاش برای هفته هنر. موسیقی علم الهدا، رقص شلاق، ترسیمی هلال شیعی، تجسمی خرابکاری احمدی نژادی، ادبیات شب شعر عظما با حضور علیرضا قزوه، سینما دهنمکی، تئاتر خود مقام عظما. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، من مرض دارم، هی در سر دارم، مغز هر دارم. حالا و اما محمد باقر خالی بافت که تا جا داشت خالی بست و خالی بافت. یکی از نفرات شورای شهر رژیم نوشت حرفایی که امشب شما تو رسانه ملی دیدید برای شما جدیده، برای ما 4 سال خاطره پاسخهای آقای شهردار به شوراست. مثلا یه جاش تو مزایده شغلسازی قپی اومد که 5 میلیون شغل ایجاد میکنن. من در صحبتهایی که با مردم عزیزمون داشتم قول دادم که در طول این دوره 5 میلیون شغل رو انشالله با کمک این مردم راه اندازی بکنیم. ببین شما تکلیف همین 5000 تا استخدامی که با پارتی بازی بردشون تو شهرداری روشن کن، 5 میلیون شغل پیشکش. بقیهش رو این زیبا کلام خودتون جواب داده. تخمین زده می شود که برای ایجاد یک شغل بین 100 تا 300 میلیون تومان شما باید سرمایه گذاری بکنید. برای ایجاد شغل برای 5 میلیون نفر شما 5 میلیون رو وقتی ضرب در 100 میلیون تومن میکنی، آقای مهاجر عزیز میشه 500 هزار میلیارد تومن. این 500 هزار میلیارد تومن از کجا میخوای بیاری؟ آقا یکی از دوستان میگفت که این هاشمی طبا و میرسلیم خیلی تو رادیو پیک کم رنگن. خب هاشمی طبا که اومد تو مصاحبه گفتش که رنگ من بیرنگه، هیچ وعده‌ای هم نمیدم، هیچ برنامه‌ای هم ندارم. دیگه وقتی خودش نکته‌ای نداره ما دیگه چی بگیم؟ این میرسلیم هم قضیه رو خیلی جدی گرفته. چرا انقدر خشک و جدی آخه؟ ببین میرسلیم جان، هم خودت خوب میدونی هم ما میدونیم که تو رأی نمیاری، پس لااقل مثل قرضی چند تا دلغک بازی در بیار که حداقل 4 تا خاطره خوش ازت واسمون بمونه. کاندیداتوری رو بی خیال، تو بیشتر بهت میخوره از اینا باشی که واسه سرگرم کردن بچهای فامیل پلکاشو برعکس میکنه یا مثلا چشاشو تو هم میبره، گوشاشو میگیره، زبونشو در میاره. از این کارا باید بکنی، بی خیال، شل کن عمو میرسلیم. آفتابه خرج لحیم، میرسلیم میرسلیم. در آخرین رادیو پیک هفته گذشته از شنوندگان عزیزمون خواهش کردیم که لطف کنن و نظرشون رو برای ما به صورت وایس ارسال کنن و این گونه بود که تعداد زیادی از دوستان لطف کردن و ما رو شرمنده خودشون کردن و البته انتقادآمیز ما رو کمک کردن تا بتونیم بخش ما و شما رو در رادیو پیک کلید بزنیم. این شما و این صدای شما. رادیو پیک چمی برنامه خیلی خوبه، خیلی عالیه. اگر امکان داره برنامه خود اضافه کنید. همین جاغلان همیشه این برنامه رو گوش کنید. می‌خواستم که این جمله رو که میگم اگه میشه برام پخش کنین. اگه پخش کنین که حتما مشتریاتون زیاد میشه. رأی من سرنگونی، مرگ بر اصل ولایت فقیه. سلام، تو رو خدا اون آهنگای مسخره رو بزن. تو رو خدا یه درست حسابی بذاریم. آقا مردشور رئیسی رو، والی باب زمین خواه رو، روحانی دروگو رو ببره، عشق از پیک و شادی و رادیو پیک. خاطر رادیو پیک خیلی ممنون. درود و سپاس بسیار زیباست ولی زمانش کمه، لطفا زمانش رو بیشتر کنیم. خیلی ممنون. واقعا خواستم فقط از اون تشکر کنم، میگم خسته نباشید. سلام، وقتتون بخیر. همین دستاندرکاران رادیو و شنوندگان عزیز که صدای منو میشنون، درخواستی که دارم اینه
اگر میشه موزیکتون رو یکم بیشتر کنید که ما بیشتر شاد باشیم. بداشت دست رو برداریم. خیلی متشکر از همه تون. به افتخار همه شما کلاه از سر بر میداریم و ما رادیو پیکی ها حالا با شور و انگیزه مضاعف میریم که در روزهای آینده بهتر کنیم. این شما و این ترانه راضی نشید. فورق سر نوشته تو حسیر جزده